الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دوستان و همراهان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دعوام کنم و آرزویم إنسكي که هر کجا که شما تشریف دارید ان شاء الله که در صحت و و هیچ گونه کدورت جسمانی و روحانی نداشته باشید و خاطرتان انشاءالله که آسوده باشد سلام چه ذکری برای آروم شدن بگیم و وسوسه شیطان دور کنه بهترین ذکر برای این که انسان از وساوس شیطان دور بشه خواندن سوره این هست هیچ چیزی مانند معوضتین که خودش موضوعش همین هست و یک نوع تعویز هست و یک نوع پناه و حرز هست هیچ چیزی مانند این نیست قبل از این که معوضتین نازل بشوند رسول الله صلی الله علیه و سلم دعاهای دیگری میخوندند بر خودشون بر حسن و حسین در واقع فوت میکردند دعای حضرت ابراهیم را اما بعد از این که این دو سوره نازل شدن دیگه غیر از این رسول الله صلی الله علیه و دیگه نه اینکه دیگه خواندن اما مهمترین و, با و بیشترین موردی که استفاده میکردن همین سوره های معوذتین قوله و زبرب الفلق و قوله و رب ناس آیا تناسخ وجود دارد؟ خیر ما چیزی به عنوان تناسخ نداریم هر روحی رو الله متعال برای یک فرد آفریده تفاوتی ندارد که روح انسان باشد یا روح جن و شیاطین باشد یا روح حیوانات باشد هر روحی مختص به یک نفر هست و بعد از آن که انسان از دنیا رفت و روحش به جهان آخرت و عالم برزخ منتقل شد روح هیچ کسی دوباره به دنیا باز نمیگردد نه روح انبیا و اولیا و نه روح بقیه انسانها و روح یک انسانی به هیچ عنوان در کالبد انسان دیگری که تازه متولد شده در کالبد روح در کالبد دیگری نمیدمد هر روح مخصوص یک نفر هست و عذاب و ناز و نعمت اخروی و برزخی و در بهشت یا در جهنم ناز و نعمت یا عذابی که وجود داشته باشد هم بر جسم هست و هم بر روح هست این گونه نیست که یک روحی مشترک باشد مال چندین نفر باشد و در طول تاریخ مثلا از یک فردی منتقل به فرد دیگری شده باشد و اعتقاد به تناسخ کفر به قرآن هست و قرآن در آیات متعددی وعده داده که در روز قیامت انسانها دوباره زنده میشوند با همین جسم و کالبد خودشان از قبرها میرویند و روحشان دوباره به بدن خودشان باز میگردد و نهایتا مسیرشون یا بهشت هست یا جهنم هست این گونه نیست که به روح یک انسانی در کالبد کسی دیگری نسخ بشود تناسخ بشود یعنی کوپی گرفته بشود و در روح در بدن کسی دیگر قرار بگیرد چون این اعتقادی از نظر شرعی کفر به آیات قرآن و کفر به ویژگی هایی هست که برای روز قیامت در قرآن و حدیث بیان شده آیا اگر شوهر ناخداگاه شیر همسرش را بخورد با بچه های خودش خواهر و برادر می شود؟ خدمت شما عرض بکنم که یا اینکه کودک درون شما بیدار شده یا با اینکه ازدواج کردی هنوز هم عادت کودکی از سرت نرفته نه عزیزم حتی اگر خداگاه و عمدی هم خورده باشی باز هم با بچه های خودت خواهر و برادر نمیشوی منتها به زبان بلوچی و به قول بلوچی ما به که سر زبان دریت اما از نظر حکم شرعی حرمتی یا محرمیتی با رضاعت و شیرخارگی بعد از دو سال ثابت نمی شود در روایتی هست در صحیح بخاری و مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت عایشه فرمودند که انما الرضاعه من, من المجاعه المجا... انما الرضاعه من, من المجاعه که رضاعتی که معتبر هست آن رضاعتی هست که از گرسنگی باشد یعنی این که آن رضاعت و شیرخارگی که به خاطر گشنگی باشد و وقتی که کودک آن را میخورد در واقع بدنش رشد و نما بکند نه رضاعتی که از روی سیری باشد شما با شکم سیری این کار رو انجام دادید از نظر شرعی رضاعت و شیرخارگی در صورتی که بعد از دو سال باشد هیچ گونه اعتباری ندارد نه موجب حرمت می شود و نه موجب محرمیت و خود خوردن شیر زن به صورت کلی شیر زن حلال و پاک هست پاک هست یعنی حتی اگر زن به در عادت ماهیانه باشد باز هم شیرش از نظر شرعی نجس نیست پاک هست و فقها تصریح کردند به این که خوردن سینه به اشکالی ندارد اما خوردن شیر بسیار از فقها گفتند که مکروه هست نه به خاطر این که حرام هست بلکه به خاطر این که خلاف به طب و خلاف طبیعت بشر هست و در واقع یک نوع حق کشی و حق خوری هم می شود که حق فرزندتون رو در واقع خوردید اما حرمت یا طلاقی صورت نمی گیرد با طرف قبله خوابیدن گناه دارد سعی بکنید در جایی که مثلا مردم یعنی عادت کردند که بسلا این رو یک نوع بیعدوی و بی احترامی به قبله به بسلا تصور میکنند سعی بکنید که این گونه موارد رو یعنی درست کردن پا به طرف قبله رو مراعات بکنید اما از نظر شرعی دلیلی برای این وجود ندارد دلیلی که منع کرده باشه که ده هنگام خواب نباید پاها رو به طرف قبله یا حتی هنگام نشستن پاها رو به طرف قبله دراز نکنیم چونین دلیلی وارد نشده بلکه برعکس یکی از حالت که وقتی شخصی بیمار می شود نمی تواند نماز بخواند حکمش این است که او رو به طرف قبله دراز بکنند پاهاش به طرف قبله باشد و این گونه با اشاره نماز بخواند از نظر شرعی در این زمینه ممنوعیتی وارد نشده من منتظر معجزه هستم باید چه دعایی بخونم اگر تمام دعاهای دنیا رو شما ببینی بخوانید معجزه برای شما ظاهر نمیشه معجزه یعنی کار خارق العاده ای که الله متعال توسط پیامبری که را مبعوث کرده نشان می دهد و جاری می کند تا این که برای مردم محرز و ثابت بشود که این فرد پیامبر الله متعال هست این تعریف معجزه هست معجزه برای غیر انبیا امکان ندارد که اتفاق بیفتد آیا درست است که نباید مغز استخوان بخوریم که غذای اجنه هست؟ نه در این زمینه چون این چیزی ثابت نشده از رسول الله صلی الله علیه و سلم و روایتی که سر زبان ها میگردد که برخی میگویند که پیامبر فرمودند که شرار امتی الذین اکلون مخاخ الاعظام ما چون این حدیثی نداریم این روایت یک روایت جعلی و بی اصل و بی سند هست منتها در این زمینه روایت صحیحی که وجود دارد در صحیح مسلم هست از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم شبی رفتند که داعی جن آمد یعنی یک شخصی از جنها آمد پیش پیامبر و گفت که ما جنها جمع شدیم اجتماعی داریم شما تشریف بیاورید و رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتند برایشون معایزه کردند و قرآن خوندند و در این روایت اومده که فسعلوه الزاد جنها از پیامبر زاد خواستند توشه خواستند غذا خواستند و رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشون دعا کرد و فرمودند که کل عزم ذکر اسم الله علیه یقو فی ایدیکم لحما هر استخانی که وقتی که اون حیوان زب شده باشد نام الله بر اون گرفته شده باشد وقتی که انسان ها اون رو میخورند و دور میاندازند برای شما پر از گوشت می شود استخان نه اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده باشند که مغز استخان نخورید بین بی خاطر است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در آیات روایات متعددی نهی کردند از این که استنجا انسان با استنجا ببخشید با استخوان استنجا بکنه زمان قدیم مردم میرفتن در بیابان برای قضای حاجت حالا سنگی کلوخی احیانا پشکل حیوانی هم یا اینکه استخوانی میدیدن خودشون رو پاک میکردن رسول الله صلی الله علیه و سلم از استنجا کردن یعنی پاک کردن خود با استخوان من فرمودن زیرا که فرمودند که فهنها زاد و اخوانکم که این به توشه و غذای برادران جنی شما هست اما این که نباید مغز استخوان بخورین این یک روایت جعلی و بی اصل و سند هست که در هیچ کدام از کتابه های به صلاح حدیثی اهل سنت و الجماعت چنین چیزی روایت نشده حکم برداشتن موی بین ابرو اشکالی ندارد موی بین ابرو یعنی برای کسانی که ابرویشون قفل هست و به هم چسبیده اشکالی ندارد که اون قفل را بردارن موی وسط ابرو جز ابرو حساب نمی شود هم برای خانم ها و هم برای آقایان برداشتنش از نظر شرعی هیچ اشکال و ممانعتی ندارد هر بار که سر نماز ایستاده میشم ناگهان اشکهایم جاری می شود خب مبارکتون باشه اگر شما واقعا اینقدر دلتون رحم حضور قلب دارید خشوع دارید و حواستون به نماز خودتون هست و روحانیت و معنویت شما در حدی هست که به صلاح عشق شما جاری می شود این به صلاح امر بسیار پسندیده ای هست و خوب هست برای شما که در هنگام نماز چون این حالتی به شما در واقع دست میدهد و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که اعبدالله که انک تراح فین لم طراف اینه که یاراک الله متعال را با چنان حس و حالتی عبادت بکنید که گویا الله متعال را جلوی روی خودتان میبینید و اگر به این درجه ندید نرسیدید و نتوانستید چنین حس و حالی را داشته باشید مطمئن باشید که الله متعال قطعا شما را میبیند پس همان گونه که در محضر الله متعال نماز میخوانید نمازهایتان را به این گونه بخوانید آیا عقد بعد از سه ماه دوری از زن به صورتی که مرد به خاطر کار دور شود عقد از بین می رود؟ نه اگر اینطوری بود که همه من و شما دیگه بیزن بودیم دیگه کسی زنش براش باقی نمی ماند. اینطوری نیست که اگر که زن و شوهر از هم دیگر حالا حتی اگر عمدن هم جدا بشوند حتی اگر از روی قهر و ناراحتی هم جدا شده باشند خود به خود طلاق واقع نمی شود ولی اینکه یک سال چندین سال هم به صلاح بگذرد از این که همدیگر رو ندیده باشند حالا به هر دلیلی این منجر به طلاق نمی شود مگر در صورتی که خود شوهر طلاق بدهد یا اینکه زن برود تا قضای طلاق بدهد و از دادگاه شرعی در واقع طلاق بگیرد <applause> سلام که میگن چهل بچه باید دور بشود درست هست؟ نه چون این چیزی ما نداریم که چهل بچه باید دور بشود حکم شرعی برای زنی که زایمان کرده این هست که بعد از این که پاک شد باید غسل بکنه اما تا چهل روز اینو به صلاح فقه ها اینو معتبر میدانند یعنی این که اگر خانومی قبل از چهل روز پاک شد همون وقت غسل بکند فرض کنیم یک هفته خون ریزی داشت دو هفته خون ریزی داشت بعد از آن غسل بکند و بعد از آن که غسل کرد باید نماز هم بخواند روزه هم بگیرد و هم بستری با شوهر هم جایز هست اشکالی ندارد حالا اومدیم یک خانمی تا چهل روز مثلا خون ریزی داشت پاک نشد و از چهل روز ادامه داشت وقت چه کار بکند حکمش است که سر چهل روز غسل بکند و بعد از آن در واقع نماز بخواند. حتی اگر خون ادامه داشته باشد هم نماز و روزه باید بگیرد و هم این که با وجود خون ریزی در اون زمان چون که این استحاظه هست همبستری هم در واقع اشکالی ندارد و جایز هست. <applause> آیا سر کتاب باز کردن واقعیت دارد؟ سر کتاب باز کردن در واقع یک جاهلیت معاصری هست که ریشه در زمان جاهلیت اعراب دارد. در زمان اعراب جاهل و نادان به این گونه بوده که سر کتاب با تیرها می گرفتند یعنی چندین تیر بود بر روی اونها بر روی یکی نوشته بود که انجام بده افعل بر روی دیگری نوشته بود که انجام نده لا تفعل و بر روی, روی تیر سوم در واقع خالی بود قفل بود یعنی اگر تیر سوم در می آمد باید دوباره این کار رو دوباره تکرار می کردن. دوباره باید به قول معروف سر کتاب باز می کردن. و اگر اون تیری بیرون می آمد که افعل خب اون کاری که مد نظرشان بود حالا سفری بود تجارتی بود یا نمیدونم ازدواجی بود اون کار رو انجام می دادن. اگر اون تیری دیگه بر می آمد که به صلاح روش نوشته بود لا تفعل این کار رو انجام نده از اون کار در واقع صرف نظر می کردند. و قرآن کریم این کار را یعنی همین چیزی را که امروزه به عنوان سر کتاب باز کردن مطرح است این رو الله متعال حرام و فسق نامیده حرام و فسق هست در سوره مائده در ابتدای سوره مائده وقتی که الله متعال درباره محرمات بیان می کند یکی از این مواردی رو که حرام هستند الله متعال می فرمد و ان تستقسمو بالازلام ذالکم فسق و همچنین بر شما حرام هست که با این تیره ها شما کسب تکلیف بکنید که این کار رو انجام بدهید یا کاری رو انجام ندهید این کارهای شما فسقند یعنی فجورند انسان در واقع از, انس... از طاعت الله مطال انسان رو دور میکند و حرام هست کاری که امروزه به عنوان سر کتاب باز کردن انجام می شود دقیقا همون استقسام بل از لام هست که در زمان جاهلیت اون رو انجام می دادند که الان برای من سر کتاب باز بکن که من این کار رو انجام بدم یا انجام ندم آیا این کار برای من خیر هست یا خیر نیست آیا من می توانم این کار رو انجام بدهم یا نه آیا این کار برای من مقدر هست کارم راه می افته یا راه نمی افته دقیقا همان استسقام استقسام بلعزلامی بود که هست که در زمان جاهلیت این در واقع وجود داشته و در آیات متعدد قرآن این سراحتا آمده که هیچ کسی در واقع چونین اختیار و چونین توان و اساسا چونین استعدادی رو هم ندارد یعنی این که هیچ انسانی از آینده خودش یا انسان دیگر مطلقا خبر ندارد الله مطال در سوره نحل می که به رسول الله اله و وسلم قل اعلام بکن به مردم بگو لا يعلم من في السماوات والارض الغیبه الا الله هیچ کسی که در آسمان و وجود زمین هستند هیچ موجودی غیب را آینده را نمیداند مگر الله متعال و همچنین در آیه دیگری الله متعال میفرماید که و ما تدری نفسن ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس به ای ارض تموت در سوره لقمان هست که الله متعال می فرماد که هیچ انسانی نمی داند که فردا برایش چه اتفاقی می افتد برای خودش هم نمی داند چه برای شما و هیچ انسانی نمی داند که در کدام نقطه زمین می میرد که در این مسیر برود نمی دانم مرگش مقدر هست نمی دانم تصادف می کنه این کار رو نکن این راه رو نه رو تصادف میکنی نمیدونه مال تو جان تو خودرو و ماشینت از بین میرود نه تمام اینها در واقع از نظر شرعی حرام هستند و حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم با اینکه که بر ایشون وحی نازل می ایشون سراحتا در سوره احقاف به کافران می گوید که و ما ادری ما یفعلو بی ولا بکم من پیامبر هم نمیدانم که سرنوشت و خاتمه کار و پایان کار من و شما به کجا ختم می شود وقتی که پیامبر خدا نمیدانند که سرنوشت او با کافران زمان خودش به کجا ختم می شود مگر یک فردی فالگیری نمیدانم یک دعا میتواند که با سر کتاب باز کردن به آینده شما را تشخیص بدهد که برای شما نمیدانم چه نوشته چه مقدر هست این کار خوبه یا خوب نیست موفق می شوید، یا موفق نمیشوید تمام این کارها از نظر شرعی معتبر نیستند یک نوع شیادی هستند رفتن نزد چنین افرادی از نظر شرعی حرام هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم بنا بر روایتی که در صحیح مسلم هست فرمودند که من اتا عرافا فساله عن شیء لم تقبل له صلاه 40 لیله هر کسی که نزد عرافی برود یا همین تعبیری که الان هست مثلا سر کتاب باز کردن و او را از یک چیزی بپرسد از اون بخواهد که برای من سر کتاب باز بکن آینده مرا نگاه بکن و این کار را بکند تا چهل شبانه روز نمازش قبول نمی شود و حتی در روایت دیگر آمده که اگر حرف این دعا را و این به صلاح غیبگو را که سر کتاب باز کرده باور بکند فقط کفر به ما اون زل محمد به قرآنی که بر محمد نازل شده آیاتی رو چند تا آیه رو خونده می بر این قرآن در واقع کفر کرده و کافر شده پس بنابراین به هیچ عنوان سر کتاب باز کردن الان تفاوتش با اون زمان جاهلیت که از روی تیرها این کار میکردن تفاوتش اینه که بعضی میگن که خب نمیتونم دیوان حافظ رو باز بکن و شاهنامه رو باز بکن یا بعضی که یک کمی دیگه فریب کارتر شدن میگن بیا قرآن رو باز بکنیم که ببینید قرآن درباره شما چی میگه که این کار رو انجام بده یا کار رو انجام نده تمام اینها شیادی هست دروغ هست از نظر شرعی حرام هست به تعبیر قرآن فسق و نافرمانی الله متعال هست مردم باید آگاه بشوند مردم از این خرافات و از این بدعات و از این سوء استفاده هایی که از شما میشود آگاه باشید و جان و مال خودتان را عزت و آبروی خودتان را ایمان خودتان را دست چنین انسانهای شیاد و سوجو و منفع طلب در واقع ندهید من چکار کنم ایمان قوی تر از الان بشه؟ ببینید از دیدگاه اهل سنت و جماعت ایمان مرکب از سه مورد هست یکی هست به صلاح اعتقاد قلبی وقتی ما میگیم ایمان یا فلانی مؤمن هست این ایمان مرکب از سه گزینه هست و سه به صلاح بخش دارد یکی باور قلبی که شما در قلب خودتان در به صلاح این باور را داشته باشید که الله متعال وجود داره پیامبر هست پیامبر حق هست الله حق هست بهشت و جهنم حق هستند آسم کتاب آسمانی پیامبران الهی تقدیر روز قیامت تمام اینها حق هستند این می شود ایمان یعنی باور قلبی منتها صرفا باور قلبی کفایت نمی کند باور قلبی هم باید باشد و هم این که اقرار زبانی باشد اقرار زبانی یعنی حتما انسان باید با زبان بگوید که اشهد الله اله الا الله و ان محمدن عبده و رسوله اگر اقرار زبانی نداشت با این که در قلبش به اصطلاح میگوید میداند که من مؤمنم من به الله ایمان دارم اما باز از نظر شرعی ایمانش قابل قبول نیست و گزینه و بخش سومش عمل هست عمل بالارکان عمل بالارکان ارکان یعنی اعضای ظاهری بدن یعنی این که با اعضای ظاهری بدن خودمان هم پای بند احکام شرعی باشیم از دیدگاه جمهور اهل سنت و الجماعت تعریف ایمان این هست و ایمان با اطاعت و عبادت الله متعال اضافه می شود و با گناه و معصیت و فسق و فجور کم می شود شما اگر خواستید ایمانتون قوی تر باشد باید اعمالتون قوی تر باشد گذشته از این که خود باورتان یقینتان و اعتمادتان توکلتان بر الله متعال و در جایی بسلا قبولیتی که شما دین رو قبول کردید اون رو بالا ببرید با اینکه قرآن رو مطالعه بکنید حدیث رو مطالعه بکنید از نظر عقیدتی خودتان رو قوی بکنید مفاد عقیدتی رو کاملا یاد بگیرید و همچنین بر احکام شرعی اسلام ابتدا در مرحله اول بر فرائض و بعدش واجبات و بقیه آداب و سنن شما پایبند باشید قطعا ایمان شما به همین اندازه در واقع تقویت خواهد شد آیا شما طالع میبینید؟ نه والله اگر من حتی هم با تلسکوپ هم نگاه بکنم نمیتونم طالع ببینم بی بنده نه طالع بینم، نه فال میگیرم نه سر کتاب باز میکنم نه دعا مینویسم نه موکل دارم نه استخاره میگیرم نه هیچ کاری دیگری از دیدگاه من تمام این کارها یک نوع عوام فریبی هست و یک نوع سوی استفاده از نام دین و از تعالیم اسلام هست این خوردن مال مردم به ناحق و حرام هست و برای هیچ کسی از علما از اهل علم از طلاب جایز نیست که چنین کاری رو انجام بدهند بیاییم دین خودمان را نگه داریم دنیا را به صورت آخرت خودمان را به خاطر دنیا و به چند ریال و چند روزی به اینکه این که کسب درآمد بکنیم نفروشیم تمام این کارها از دیدگاه من همهشون شیادی هست اوان هست سوی استفاده کردن از جهل مردم سوی استفاده کردن از نام دین هست که الحمدلله الله متعال هم مرا و هم گذشتگان مرا نیاکان مرا پدر مرا از این گونه موارد حفظ کرده بود و امیدوارم که الله متعال تا آخرین لحظه ای که در دنیا هستم به من این توفیق را ندهد و این زمینه را برای من فراهم نکند که بخواهم به نام دین سوی استفاده بکنم و اوان فریبی بکنم کسی که حافظ قرآن باشد و حفظش بنابر مشکلات یادش رفته باشد و دوباره شرایط برابر نباشد که حفظ کند حکمش چیست حکمش این است که از این فضیلت محروم شده کسی قرآن را حفظ کرده بود الان به خاطر نمیدانم بیماری یا به خاطر اینکه سنش بالا رفته یا حتی به خاطر اینکه خودش مثلا کوتاهی کرده بود مثلا حفظ را مراجعه و مرور و دور نکرده بود حفظ از یادش رفت گناهی برگردنش نیست که بگیم گناهکار هست و در روز قیامت چنین و چنان مثلا عذابی به اون داده می شود نه هیچ گونه دلیلی در این زمینه برای گناهکار بودن چنین شخصی نیست صرفا این است که این فضیلت را شما در واقع از دست دادید کسی که الله مطال این نعمت را به اون داده سعی بکنه بجنگه که با هم تمام قدرت و با تمام وجود خودش این نعمت را حفظ بکنه زیرا که در روز قیامت به انسان قاری و حافظ قرآن گفته می شود که اقرع ورتقی که بخوان برو بالا یعنی با هر خوندنی با هر آیه درجات شما به همان اندازه در بهشت بالا می رود و جایگاه شما آخرین آیه ای هست که شما بخوانید یعنی هر چی بیشتر بخوانید در دنیا بیشتر حفظ باشید بیشتر تلاوت کرده باشید در روز قیامت به همان میزان در واقع درجه و جایگاه شما بالا خواهد بود ازدواج زن سنی با مرد شیعه صحیح هست یا نه اینو بارها عرض کردم که منده چون این توصیه نمی کنم با توجه به تفاوت فرهنگی که وجود داره با هم توجه به, به تفاوت اعتقادی و همچنین تفاوت در احکام فقهی که وجود دارد و عملا بسیار از کسانی که چون این کاری رو انجام دادن دچار مشکل شدند، اختلاف ایجاد شده و زندگیشون به مشکل خورده ما چون این توصیه رو نمی کنیم. <applause> آیا خوردن مغز استخوان جایز هست یا نه اینو که توضیح دادم خدمت شما عزیزان ابتدای کلیپ بود من بعضی از اوقات در هنگام روز احساس سنگینی و غم می کنم چه کار بکنم؟ شما سعی بکنید که وقتی که احساس سنگینی کردید از کار رو بخونید و معوضتین رو بخونید از کار رو بخونید یکی از از کاری هم که در این زمینه به ذکر شده این است که این دعا رو بخونید این ذکر رو بخونید الله الله ربی لا اشرکو بهی برای کسی که غم سنگینی داره و افسردگی دارد احساس خوبی ندارد این ذکر رو تکرار بکنید الله الله ربی لا اشرکو بهی اینو زیاد تکرار بکنید یکی از دعاهایی هست که در سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم برای زدودن غم و اندو بیان شده و دعاهای دیگری هم در این زمینه وجود دارد نفرین واقعی یکی نفرینم کرد من سرگردان بشم عروس نشم انشالله که عروس بشوی اون دعا کرده که عروس نشوی نفرینت کرده من در مقابل دعا می که انشالله با کسی که دوستداری با جوانی خوشگل و رنایی مثل خودت الله متعال نصیبت بکنه و عروس بشیم اینو بیدونید که نفرین ناحق و به بیجا گریبان کسی رو نمیگیرد لعنت و نفرین در صورتی که بسلا بیجا باشد بی مورد باشد و اون کسی که لعن و نفرینش نمی کنیم بسلا نفر و نفر، لعن و نفرین می شود بسلا مستحق لعن و نفرین نباشد این لعن و نفرین بر خود نفرین کننده برمیگردد. هر کسی که فردی دیگر را لعن و نفرین بکند و اون فرد دیگر لعن و نفرین به سزاوار لعن نباشد سزاوار نفرین نباشد این لعن و نفرین نحوستش و بدیش این دعای بعد برمیگردد به خود گوینده مطمئن باشید که لعن و نفرین های بیمارد که کسی شما رو نفرین کرده اصلا نترسید بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و توکلتون بر الله متعال باشه انشاءالله که این لعن و نفرین به خود اون فرد برمیگرده در این زمین انسان حتما باید بسیار مواظب باشه که ناخداگاه به سلام خودش را لعن و نفرین نکنه زیرا اگر کسی را لعن کردید که شایسته نفرین نیست این لعن در واقع به خود شما برمیگرده زندگی خود شما دچار در واقع مشکل می شود و این نحوست و این بیبرکتی در زندگی خود شما ایجاد می شود رسول خدا دست بسته نماز میخواند یا نه؟ بله ما قطعاً 100 درصد با روایات متعددی ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم دست بسته نماز می خواندن. دست راست را رو بر روی دست چپ می گذاشتن. در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز می دست راست را رو بر روی دست چپ خودشان می و نماز می خواندن. اما من یک توصیه‌ای دارم به شما. از دیدگاه من کسانی که دست بستن و دست نبستن را دست باز بودن را این رو تیتر کردن در جامعه و افکار عمومی مردم را پریشان کردن انسانهای نادان و بیعقلی هستند. با تمام بسلا احترامی که برای همه قائل هستم ببینید خود دست بستن یا دست نبستن یکی از احکام به درجه چندم هست نه فرض نه واجب هست و لازم نیست جز سنت ها هست یک امری هست در حد سنتی اگر انجام دادید نمازتون بهتر هست کاملتر هست انجام ندادید دست باز نماز کردید نمازتون به اتفاق علما جایز صحیح اشکالی در نماز شما به وجود نمیاد مالکی ها هم دست رو باز میکنن شیعه هم دست رو باز میکنن حتی اگر سنی اهل سنت و جماعت هنفی مالکی همبلی که معتقد هستند که بستن دست سنت هست اما باز هم دست رو نبندد دست رو باز گذاشت نماز خون نمازش هیچ اشکالی نداره قبول هست بستن دست اینقدر مسئله نیست که شما این رو تیتر کردید و همیشه به اصطلاح مطرح میشه در جامعه یکی از این طرف میگه دلیل بیار یکی از اون طرف میگه دلیل بیار انسان باید اعتقادش صحیح باشد اعمالش صحیح باشه به به, به فرایز این که الان هر کسی چه کاری انجام میدهد این بین خودش و بین پروردگار خودش در واقع باید بماند و این گونه مسائل را سبب اختلاف و تفرقه در میان مردم قرار ندهید اصل مسئله در حد یک سنت هست نه فرض نه واجب نه جز مسائل اصولی و اعتقادی است اگر دماغ انحراف داشته باشد عمل زیبایی انجام بدیم گناه هست نه در صورتی که دماغ کسی انحراف داشته باشد یا نمیدونم خودش به زور انحرافانیده دماغش رو کج کرده تا عملش بکنه. به هر صورت عزیزان من اگر دماغ یک شخصی عیب داشته باشد حالت طبیعی نباشد انحراف داشته باشد یا بر اثر سانهی به طور مثال ایرادی وارد شده باشد و تغییر کرده باشد از نظر شهری در این صورت اشکالی ندارد جایز هست که شما عمل زیبایی انجام بدهید در زمان رسول الله صلی الله علیه سلم یکی از صحابه شمشیری به صلاح نکه بینیش را قطع کرده بود و ایشون رفتند یک بینی از نقره درست کردند و عفونت کرد بعد از اون یک بینی طلایی براش درست کردند این از نظر شهری اشکالی نداره هر عضوی از اعضای بدن هم که عیبی داشته باشه ایرادی داشته باشه به مرور زمان از شکل و حالت اصلی تغییر کرده باشد و نیازی به عمل داشته باشد از نظر شهری هم ممانعتی در این زمینه وجود ندارد آیا درست است که در جهنم بیشتر افراد زنان هستند به خاطر این که یکی زن باشد و یکی مرد باشد نه انسان به بهشت می رود و نه به جهنم زن بودن نه عامل رفتن به بهشت است و نه عامل رفتن به جهنم و همچنین مرد بودن هیچ گونه تاثیری در این زمینه ندارد اون چیزی که انسان را به جهنم میرساند یا اینکه به بهشت میرساند عمل انسان هست اگر انسان ایمان داشته باشد عمل خوبی داشته باشد به بهشت میرود زن باشد یا مرد باشد هیچ گونه تفاوتی در این زمینه وجود ندارد اما اگر به صلاح اهل گناه باشد گناهانی رو که وعید اومده که به صلاح الان کفر باشه ناسفاسی باشه غیبت باشه سخنچینی باشد نمیدونم موارد دیگری که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده که اینها اسباب ورود به جهنم هستند خب طبیعتا هر کسی چه مردی چه کام زنی این کارها رو انجام بدهد سرانجامش همون چیزی هست که در حدیث نوشته اما این که عملا در جامعه چه کسانی بیشتر غیبت میکنند چه کسانی بیشتر سخنچینی می کنند چه کسانی بیشتر در واقع تهمت می زند؟ و چه کسانی بیشتر دروغ می گویند اینو شما در جامعه نگاه بکنید اگر که در جامعه بیشتر زنانند این کار رو بیشتر انجام می دند خب می تونیم بگیم که زنان بیشتر مثلا جهنمی هستند اگر مردان این کار رو بیشتر انجام می دند می تونیم بگیم که مردان مثلا بیشتر با این کارهاشون به جهنم می رون. اما این که چه کسی بهشتی هست چه کسی جهنمی هست فلانی بهشتی فلانی جهنمی هست این تعیین کردنش در هی و اختیار من و شما نیست این رو فقط الله متعال میداند که چه کسی بهشتی است چه کسی جهنمی هست الله متعال به همه من و شما توفیق بدهد که اعمالی را که انسان را به جهنم میبرد از اونا پرهیز بکند و اعمالی که انسان را به بهشت میبرد اون اعمال را انشاءالله که بتوانیم انجام بدهیم من چند سال نماز نخواندم باید من قرض بدم یعنی قضا آوردن نمازهایی که به در گذشته نخواندید ببینید اگر کسی عمدن و عمدن نمازش را دیده و دانسته ترک کرده گناه کبیره هست گناه کبیره هست و نمازی که عمدن و قصدن به صلاح ترک شد هیچ نماز دیگری نمیتواند جایگزینش باشد هیچ نمازی حتی اگر بخوانید جای اصل رو در واقع نمیگیرد منتها رسول الله صلی الله علیه وسلم توصیه کردند اگر شما خواب افتاده بودید نمازی رو نخوندید یا اینکه فراموش کرده بودید و نمازی از شما ترک شد اون نماز را دوباره بخوانید وقتی که بیدار شدید اون نماز را بخوانید و فرمودند که کفاره دیگری غیر از این ندارد نمازی را که یادتان رفته یا فراموش کردید و خواب افتاده بودید کفارش تنها همین از هر وقتی که بیدار شدید در اولین فرصت بعد از اینکه بیدار شدید اون نماز رو در واقع بخوانید بتوانید غذایی رو به جا بیاورید این حکم نماز شما هست اما کسی که عمدن دیده و دانسته در گذشته در زمان جاهلی به قول معروف زمان جاهلیتش نماز نمیخوانده تارک و سالت بوده همین که توبه بکند و از این به بعد پای بند نماز باشد انشالله همین مقدار کفایت میکند اگر شما شاهکار بکنید همینش برای شما که از این به بعد پای بند نماز باشید توبه تو تجب ما قبلها توبه گذشته شما را کاملا پاک می کند و الله مطال گذشته شما را میبخشد به شرط این که صادقانه توبه بکنید و از این به بعد پای بنده نماز باشید آیا تراشیدن ریش در حمام گناه است تفاوتی نداره تراشیدن ریش چه در حمام باشد چه روی سقف حمام باشد چه در پذیرایی باشد چه در نمیدونه هر کجا که باشد حرام هست از نظر شرعی تراشیدن ریش جایز نیست حرام است. نگه داشتنش واجب هست رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث متعددی فرمودند که وعف ها و لحیه و ریش خودتان را بگذارید که به صلاح رها بکنید اون را و قیچی نکنید و نتراشید منتها به صلاح کوتاه کردنش در حد یک قبضه جایز هست بیشتر از یک قبضه وقتی که شد جایز هست که کوتاه بشود و از اصحاب بزرگواری مانند ابن عمر و ابو هریره و دیگران ثابت شده که در حج وقتی که میرفتند ریش خودشان را بیشتر از یک قبضه به اصطلاح کوتاه میکردند قبضه این هست که یعنی ریش را وقتی که مشت بکنند بیشتر از یک مشت وقتی که باشه پایین با بالاتر و بلندتر وقتی که هست اون رو قیچی بکنند این از نظر شرعی اشکالی نداره اما تراشیدنش بنابر هر چهار مذهب اهل سنت و جماعت جایز نیست آیا این که میگند ایستاده مو را شانه زدن گناه دارد یا در هم همم شانه کند این هم گناه است؟ نه عزیزان من یک سری به اسلام مواردی رو متاسفانه در جامعه خصوصا برای زنان تحمیل کردند که الله پناه بدهد از آنها زن نباید در خانه روسری رو از سرش برداره زن نباید که سر سفره با سر برهنه بنشیند زن نباید که موی خودش را ایستاده شانه بکند زن نباید که نمیدونم که در حالتی که سرش برهنه هست قرآن بخواند و زن نباید که با سر برهنه دستشویی برود زن نباید که با بدن آریان مثلا غسل بکند تمام اینا خرافات و بدعاتی هست که انسانهای جاهل و نادان اینها را در جامعه در واقع رواج میدند و من نمیدانم که چه سر و رازی وجود داره که اگر یک فردی یک حدیث جعلی را حدیث دروغین را یک بدعت و خرافات را در جامعه منتشر بکند تمام مردم را قبول میکنند و باور میکنند و نقل میکنند و انتشار میدند اما وقتی که یک حدیث صحیح باشه آیه قرآنی باشه واقعیت باشه میبینیم که مردم در مقابلش جبهه میگیرند نه ما هیچ گونه روایتی برای این نداریم که زن حق نداره که استاد نماز به صلاح سرش رو شانه بکند یا نباید در حمام شانه بکند و تمام اینها بدعات و خرافاتی است زن هم یک موجودی هست مثل شما تمام کارهایی که از نظر فطری برای شما جایز هست برای زن هم جایز هست زن میتونه که در خانه بدون روسری باشه لازم نیست که روسری سر کردن برای بیرون از خانه هست برای جمعی هست که نامحرم وجود داشته باشه شما در منزل خودتون لباس راحتی و لباس اوریان و نیمه اوریان و راحتی پوشیده باشید هیچ اشکالی وجود نداره سر سفره سرتون برهنه باشه هنگام آشپزی سرتون برهنه باشه هنگام تلاوت قرآن سرتون برهنه باشه هنگام وضو گرفتن و غسل کردن سرتون برهنه باشه ای ساده بسلا سر موهای سر رو شانه بزنید زنها موهای خودشان را کوتاه بکنند زنها موهای خودشان رنگ بزنن هیچ کدام از اینها از نظر شریح هیچ گونه ممانعتی و کراهتی مطلقا ندارد و جایز هست از این گونه خرافات و بدعات و سختگیری هایی که در دین متاسفانه افراد جاهل و ناآگاه ایجاد کردن سعی بکنیم که پرهیز و دوری بکنیم آیا لباسی که عکس داشته باشد نماز خواندن صحیح هست یا خیر خود نماز خواندن شما جایز هست یعنی اینکه نمازتون قبول می شود کسی ولا اینکه بر لباسش به طور مثال عکسی باشد نمازش قبول شده اما نمازش مکروه هست نماز خواندن با لباسی که بر روی آن تصویر حیوانی یا انسانی باشد چهرهش مشخص باشد از نظر شرعی مکروه است و حتی در اتاقی که در آن عکسی به طور مثال پوستری الان روی دیوار مثلا نصب شده باشه این هم از نظر شرعی کراهت دارد اگر رو به روی شما هست کراهیتش بیشتر است بعد از آن فقها گفتند اگر سمت راستتون باشه وقتی که سلام میدهید این در واقع کراهتش یک درجه تر است اگر پشت سرتون باشه باز کمتر است اما صورت کلی در اتاقی که در آن عکسی وجود داشته باشه یا مجسمه وجود داشته باشه نماز خواندن در چنین اتاقی از نظر شرعی مکروه است و همچنین با لباسی که روی آن عکس و تصویر انسان یا حیوانی باشه نمازتون به صلاح قبول هست فرض از گردنتون ادا می شود اما همراه با کراحت یعنی یک کاری رو که نباید انجام میدادید شما در واقع این رو انجام دادید ذکر تسبیحات اگر با تسبیح بخانی مشکل دارد نه از نظر شرعی هیچ مشکلی ندارد ذکر و دعا را با تسبیح بخوانید اشکال ندارد آه من هم تسبیح دارم ذکر کردن با تسبیح از نظر شرعی هیچ گونه ممانعتی وجود ندارد من معتقد نیستم که ذکر با تسبیح فضیلت بیشتری دارد ثواب بیشتری دارد نه یک ابزار وسیله هست خصوصا برای کسانی که مثلا نمیدونند که ذکرها را بشمارند حالا مثلا 33 بار مثلا سبحان الله را اگر با دست بگه مثلا فرض کنیم یک شخص گیج میشه و از حساب از دستش در میره یا مثلا از کاری رو که صد بار اومده در حدیث رسول الله صلی الله علیه و ما مانند لا اله الا الله وحده و لا شریک له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدیر یا سبحان الله و به بحمده که در روایت اومده هر کسی سبحان الله و را رو روزانه صد مرتبه به صلا بخواند گناهانش بخشیده میشوند یا همچنین لا اله الا الله شریک له الملك و له الحمد و على كل این رو صد مرتبه بخونید اینا وارد شده اگر یک فردی نمیتواند با دست ذکر بکند با تسبیح از نظر شریع اشکالی ندارد گرچه اولاتر و بهترین است که بعضی از اذکار از را خصوصا بعد از نماز تسبیحات را با انگشتان انجام بدیم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این انگشتان در واقع شهادت میدهند در روز قیامت اما ثابت شده عملا تعدادی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم با تس تسبیح با همون هسته خورما در زمان پیامبر هم ذکر میکردن زیرا که این در واقع یک ابزاری هست و هیچ گونه حرمتی نداره و هیچ گونه فضیلتی نداره و هیچ گونه من اعتقادی به این ندارم یک اسبابی هست و سبب یادآوری برای ذکر الله متعال می شود یا از کاری را که نمی توانیم بشماریم با تسبیح مثلا می شماریم. اما این که بعضی از مردم فکر می کنند که این تسبیح در واقع یک حرمتی داره یک جایگاهی داره احکامی داره تسبیح را نباید با دست چپ بگیرید که این حرامه تسبیح رو نمیدونم با پشت سر تو خودتون نگیرید که این در واقع گناهه تسبیح رو اگر کسی دیگری تسبیح شما رو برداشت و برد در واقع ثواب شما هم گم شده اگر کسی با تسبیح یک فرد دیگر ذکر بکند این سوابش میرود برای صاحب تسبیح اینا همشون خرافاته اینا همشون خرافات و به صلاح هیچ کدومشون واقعیت ندارد اما خود ذکر با تسبیح از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز هست ازدواج کردن با مرد زندار و فرزندار گناه است در صورتی که زن و اولاد را رها کند این جایز نیست که یک فردی یک فردی زن دوم بگیرد و زن اول و فرزندان خودش را رها بکند این ظلم هست و بی هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که بی بکند در میان همسران خودش در روز قیامت وقتی که از قبر بر میخیزد نصف بدنش در واقع فلج هست و کج هست و قطعا هر گونه ظلم و ستم و بی که در میان فرزندان باشه در میان زن باشه زنها باشه الله مطال انسان رو مؤاخذه میکند هم در دنیا بسا و همین که در آخرت اما این که به طور مثال یک خانمی خواسته باشد که با یک مردی ازدواج بکند این مرد فرض کنیم که الان نیاز به ازدواج دارد انسانی هست که به اصطلاح مؤمن و متحدی هست کسی هست که مثلا زن و بچه خودش رو زن اولش رو بچه های اولش رو مثلا ترک نمی کند بی عدالتی نمی کند منتها از طرف دیگر هم نیاز دارد و میتواند که یک, خانو... یک بار دیگه ازدواج بکند یک خانم دیگر را خوشبخت بکند نه برای شما گناهی نیست که زن چنین مردی بشوید این از نظر شرعی برای شما گناهی شمرده نمی شود اما اینکه خود این مرد زن و فرزند خودش را نادیده بگیرد بی, بی بکند حق کشی بکند بله این از نظر شرعی جایز نیست و شرط به جواز ازدواج دوم و سوم این است که حتما باید عدالت رعایت بشه در صورتی که کسی میداند که اگر من ازدواج دوم بکنم عدالت برقرار نمیشه زن اول از دستم میره در حقش من کوتاهی میکنم نمیتوانم از نظر مادی از نظر عاطفی یا از نظر جنسی نمیتوانم که جوابگو باشم برای چنین شخصی جایز نیست که به صلاح یک چنین کاری رو انجام بده و سبب ظلم و بی‌عدالتی بر همسر اولش یا همسر دوم بشود آیا چله گرفتن واقعیت دارد که میگن فلانی چله روش افتاده که بچه دار نمیشود؟ نه این خرافات محضه این که فلانی بر روی چله افتاده که نمیدونم بچه دار نمیشود نمیتونم نمیتونه که با زن و شوهر نمیتونه با هم دیگر بسته هم بستر بشوند بر رویشون چله افتاده به خواستگار نمیاد چون که چله افتاده این همش به اصطلاح حرفای پیرزال پیرزال ها هست که هیچ گونه واقعیتی ندارد همشو خرافات هست و هیچ صحتی در واقع ندارد نه در آیات و قرآن اشاره شده نه در احادیث ثابت شده و نه از نظر به تجربه چون چیزی ثابت شده و نه از نظر عقلی چنین چیزی به دلیل و علتی داره و ثابت شده باشه نه تمام این خرافات هست و انسان باید سعی بکنه اگر میشه شما مثلا معوضتن رو بخونید سوره فلق و ناس را بخونید از کار سباه و مسار رو بخونید آیت الکرسی رو بخونید هیچ چیزی بر شما نمیفته چله بر شما نمیفته چله منظور چی هست که چله بر فلانی افتاده باید چله در بکنه اینا همش به شما وقتی که پیش یک دعانویسی بروید این دعانویس باید شما را به یک صورتی قانع بکنه که شما پیش اون به صلاح دوباره مراجعه بکنید این بنده خدا هم زن داره فرزند داره شاید مثلا خیلیاشون هاشون اکثرا چندین زن دارن فرزند هم خیلی دارن خرج مخارج دارن اینا را از کجا باید تامین بکنن اگر انسان های نادانی نباشند که بکنند، به اینها مراجعه بکنن به از کجا باید اینها ارتزاق بکنند و به قول معروف خلایق هرچی لایق لایق چنین افراد این هست که گیر چنین انسانهای شیادی بیفتند که مال و جانشون رو در واقع بهش تعرض بکنند و اتباه بکنند چنین چیزی وجود نداره شما پیش هر دعانویسی برید یا به شما میگه که چله روی شما افتاده نمیدانن شما مس شدید جنی سایه جنی بر سر شما افتاده یا این که شما رو تلسف کردن جادو کردن سنگینی رو شما افتاده من باید بخونم باید چله گذاشته بشه و فلان و فلان تا اینکه شما به یک صورتی وابسته بشید و اون بنده خدا سر زندگیش بچرخه آیا نماز نفل سوابش به میت میرسد والله اعلم در این زمینه روایتی وارد نشده که سواب نفل به میت برسد اما ثواب به دعا قطعا میرسد ثواب صدقه قطعا میرسد ثواب خیراتی که شما بدهید صدقه جاریه ایجاد بکنید قطعا میرسد ثواب حج و عمره قطعا میرسد اگر که برای مریض شما و کسی که فوت کرده روزه بوده برگردنش قرضی داشته روزه شما به جاش بگیرید یا فدیه بدهید این ثابت هست و قطعا ثوابش میرسد اما برای نماز نه قضایی برای میت ثابت شده و نه فدیه و کفاره چیزی برای در مورد نماز ثابت نشده رسول الله صلی الله علیه و آله صحابه چون این کاری رو انجام ندادن بهتر است که برای مردگان خودتون دعا بکنید و صدقه بدهید این سوال رو از طرف یکی میپرسم کتک زدن همسر گناه هست کتک زدن بیمورد از نظر شرعی جایز نیست چه زن باشد چه فرزند باشد چه به دوست باشد یا هر مورد دیگری باشه این که شما انسانی را بی مورد اذیت از و آزار برزانید این از نظر شرعی جایز نیست و در واقع کسی که شما به او سیلی میزنید یا اینکه نمیدونم مشتی میزنید لگدی میزنید و یا سنگ و چوبی میزنید شما دارید نیکی های خودتان را به اون هدیه میدهید الان چه زن و فرزند باشه چه فرد بیگانه باشه رسول الله صلی الله علیه فرمودن آیا شما میدانید مفلس کی هست کسی که درمانده هست و شکسته از دیدگاه شما چه کسی هست مردم گفتن یا رسول الله اون کسی که درهم و دیناری نداره پول نداره جیبش خالی است این مفلس گفتن نه این مفلس نیست مفلس اون کسی هست که در دنیا نماز خونده روزه گرفته زکات داده حج رفته کارهای خیر انجام داده اما در کنار این یکی رو سیری زده یکی رو فحشی داده زده یکی به یکی تهمت زده یکی رو غیبتش کرده در روز قیامت وقتی که الله متعال میخواد حق رو به حقدار برساند میگوید که بله این فرد چون که فرانی رو سیلی زده پس بنابراین از نیکی های این زننده زاره بگیرید و به اون کسی که مزروب است به اون بدهید و خب نیکی هاش میروند یکی به خاطر فحشی یکی به خاطر غیبتی یکی به خاطر سیلی زده یکی به خاطر اینکه مال کسی رو خورده و به همین صورت نیکی هاش کلا تمام می شود فرشتگان میگن که خدایا این نیکی هایش تمام شد اما طلبکارا هنوز هستند صف کشیدند الله متعال میفرماید که گناهان طلبکاران رو بردارید هر کسی به اندازه طلبش اینو بندازید برگردن این فرد این فرد با تمام نماز و روزه و زکات و حج و خیرات یک عمر زحمت کشیده تمام رو طلبکارا بردن و نهایتش می شود جهنم با نیکی های این فرد دیگران به بهشت میروند و خود این با که خودش کرده و دیگران کردن در واقع این می به جهنم هر گونه اذیت از و آزار دی به دیگران از نظر شهری حرام هست و رسول الله صلی الله علیه سلم و سلم فرمودند المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان کسی هست که مسلمانان دیگر از دست و زبان اون در واقع در امان و راحت باشند واسه نماز پوشیدن حتما واجب جوراب بپوشیم حتی اگر هیچ نامحرمی داخل اتاق نباشد نه در صورتی که به لباس شما بلند هست چادرتون یا شلوارتون یا همون پیراهنی که پوشیدی بلنده که تا مثلا کف پایتون میرسه یا به صورتی که خوزه پای شما پوشیده هست از نظر شرعی اشکالی نداره شما می توانید این گونه نماز بخوانید و روایتی که در این زمینه آمده از نظر به اصطلاح حدیثی اشکال دارد و مذهب حنفی هم این است که پوشیدن پشت پا در هنگام نماز واجب نیست مانند به صلاح چهره و دست هست اگر چهره و دست به صلاح جزء عورت نیست در هنگام نماز و همچنین که پشت پا اگر که به پوشیده نباشه جوراب نداشته باشید انشاءالله که نمازتون درسته گرچه اولاتر و بهتر به خاطر این که از این اختلاف و از این مخمسه بیرون بیایید این است که بپوشید اون را جوراب بپوشید یا اینکه مثلا چادر نماز دارید که بلند هست یا اون پیراهنتون بلند هست در این صورت هیچ گونه اشکالی نداره لازم نیست که شما حتما جوراب بپوشید مولانا گوشه لا و مشکی میکردی لاقل به احترام شهدا الحمدلله که ما پیرو پیامبر و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم در هنگام مصیبت حتی در سال روز وفات پیامبر در سال روز حتی در خود همون وفات پیامبر و در وفات صحابه هیچ کسی از پیامبر و صحابه و دیگران لباس سیاه نپوشیدند و توصیه نشده حتی در روایات شیعه هم روایات متعددی وجود داره که از پوشیدن سیاه در هنگام ازاداری در واقع من کرده و این اخیده اهل سنت و جماعت هست که به خاطر این که کسی فوت کرده عزیزی رو ما از دست دادیم این که لباس سیاه بپوشیم این هیچ اصل و اساسی در واقع در جمهوریت ندارد حاج آقا استاد من غیب میگه آینده پیش بینی میکنه باهاش صحبت کردن حرامه یا نه صحبت کردن حرام نیست، اما نباید که به اون بسلا یعنی باور داشته باشید، باور داشتن به بسلا چنین فردی کفر به قرآن هست. الله مطال صراحتا میفهمد قل لا یعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله کسی غیر از الله متعال مطلقا غیب نمیداند. و اگر شما باور بکنید که یک انسانی غیر از, غیر از رسول الله صلی الله علیه وسلم غیب میداند ببخشید غیر از الله متعال حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم غیب نمیداند و این در واقع کفر به آیات قرآن است و چیزی را که رسول الله صلی الله علیه وسلم از آن اطلاع دادن مواردی از غیب را که به پیامبر اطلاع داده شده اینها از دایره غیب خارج شده این جزء غیب نیست نمیتونیم بگیم پیامبر غیب میداند این بر پیامبر وحی شده نه اینکه پیامبر غیب میداند نه بر غیر پیامبر هم حتی وحی هم نمی شود به طریق وحی هم از اونا در واقع اطلاع پیدا نمی کنند و اعتقاد داشتن به این که یک کسی هر چند که مقامش بالا باشه هرچند که عالم درستکار و پرهیزگاری باشه امامی باشه صحابی باشه هر کسی که باشه شما معتقد باشید که فلانی غیب میداند و غیب میدانسته این برخلاف آیات قرآن در واقع و کفر به آیات قرآن در واقع شمرده می شود آیا تلسم باعث ناباروری مرد می شود؟ بله باعث می شود احیانا امکان داره که تلسم تا این اندازه اثر بکنه که مرد و شوهر زن و شوهر را کاملا از هم دیگر ببنده قفلشون بکنه که بتونند اثر نتونند که به صلاح هم بستر بشند یا اینکه به صلاح نطفه منعقد نشود چون این چیزی ممکن است انشاءالله در برنامه های دیگر که در مورد سحر و جادوگری هست من به این مسائل هم به امید الله که میپردازم اگر کسی سید باشد و برای مردم آب فوت کند و بدهد و برای شفا بدهد گناه است می ببینید این خواندن رقیه خواندن تفاوتی نداره سید و غیر سید برابرند اینو مطمئن باشید برای قرآن خوندن قرآن کلام الله متعال هست رقیه شری کلام الله متعال هست چه این را سید بخواند چه غیر سید بخواند چه مرد بخواند چه زن بخواند هیچ گونه تفاوتی ندارد به هر کسی بر اساس اخلاصی که داره وقتی که بخواند این تاثیر بیشتری داره و قطعا شما دلتون برای خودتون بیشتر میسوزه برای خودتون اخلاص بیشتری دارید درد بیشتری رو کشیدید حضور قلب بیشتری رو دارید اعتماد و توکل بیشتری رو دارید و اگر خود شما دعا بکنید این در واقع اولادها رو بهتر هست و ان که زودتر اجابت می شود و این هیچ اختصاصی به سید و غیر سید در واقع نداره سید هم یک انسانی هست از من, من و شما اگر گناهی بکند مؤاخذه می شود چه بسا که گناهش هم سنگین تر باشد به خاطر اینکه اولاد پیامبر است اگر سیدی به صلاح درست کار نباشد و به راه فساد برود مانند بقیه مردم اونم مورد عذاب قرار می گیرد کار خیری بکند ثوابش با بقیه در واقع یکی هست هیچ گونه تفاوتی نداره روقیه شرعی بخواند دم بکند فوت بکند مثل بقیه هست اگر شما خودتون روقیه شرعی بخوانید آیات قرآن رو بخوانید سوره فاتحه رو بخوانید معوذتین آیت الکرسی رو بخوانید فوت بکنید بر بیمار خودتون روی آب هم حتی فوت بکنید و به بی بیمار بخورد و یا اینکه با آن غسل بکند این یکی از مواردی هستند که به صلاح از نظر شهری جایزند اشکالی نداره زنی اگر بر سر قبر گناه هست یا خیر نه رفتن سر قبر برای زن از نظر شهری گناهی ندارد چه در این زمینه یک روایتی وجود داره اما رسول الله صلی الله علیه وسلم نهایتا اجازه دادند برای اینکه زن به قبرستان برود و فرمودند که کنت و نهیت زیارت القبور الا فزوروها فا انها الاخره من شما را زیارت قبرستان من کرده بودند و فرمودند که اکنون بروید به زیارت قبرستان بعد از این که احکام شهری را یاد گرفتند زیرا که زیارت قبرستان شما را یاد آخرت میاندازد و عملا حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها به زیارت قبر برادر خودشون میرفتند دعا می میکردند و همچنین از پیامبرم سوال کردند که وقتی که من میرم از سر قبرستان چه دعایی را بخونم و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دعایی را بیشون گفتند و از این دلایل معلوم می شود که در صحیح مسلم هست و از این دلایل معلوم می شود که رفتن زن سر قبرستان برای زیارت از نظر شرعی اشکالی ندارد منتها موازین شرعی رو باید مراعات بکنند یعنی پوششش کامل باشه اختلاط بین زن و مرد نباشه اظهار قبرستان در واقع بد و بیراه نگوید و به ناله و زاری نکند و کاری که به منافاتی با صبر و اعتقاد انسان مسلمان داشته باشد و چون این کاری انجام ندهد از نظر شریعه انشاءالله که مانعی وجود ندارد خب دوستان عزیز و ارجمند به همین مقدار که کفایت و بسنده می کنیم و سوالات بعدی رو انشاءالله می گذاریم برای شبهای دیگری که الله مطال انشاءالله فرصت بدهد تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود تمام شما بزرگواران را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات